به تازگی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی نرخ بسته‌های مخابراتی و اینترنتی را مشخص ساخته که این اقدام با استقبال مردم در سراسر کشور مواجه شده است. اینجا در هرات نیز شهروندان خواهان ارائه خدمات بهتر از سوی شبکه‌های مخابراتی در این ولایت هستند. آنان هرچند از این اقدام وزارت مخابرات استقبال می کنند، اما تاکید دارند که تغییرات کنونی روی قیمت ها بسنده نیست و باید بیشتر در قسمت نرخ بسته اینترنتی تغییرات رو نما شود. در ډیر شکر دی مور استقبال کو مور دی موصل پتوګه مور ونیټ ته ضرورت لرو مور د نرس کار اخلو او دا به خوشا سم کار د اجراسه مور اجرای د حکومت څخه غواړو چې پر شرکتو باندې فشار راوي چې دغه قوانین اجرا تمام مردم افغانستان از استقبال میکنن و امیدواریم که همچنان در انټرنیټ موضوع کیفیت انټرنیټ و سرعت انټرنیټ نیز توجه بشه. ولی این بسته اینترنتی که حداقل یک جیب برای ما میده 110 یا 120 افغانی، ولی متاسفانه او اینترنت خیلی ضعیفه و اینترنت سرعت قوی نداره، ما نمیتونیم از استفاده کنیم. ولی باز هم این قیمت که تعیین کرده، من فکر میکنم بتونن اون قیمت کاهشن برای ما بهتره. بر اساس تصمیم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، قیمت یک دقیقه تماس تلفنی بین مشتریان یک شبکه 1.85 پول و از یک شبکه مخابراتی به شبکه‌های دیگر 2.2 پول و بهای 1 جیبی اینترنت 110 افغانی تعیین شده است. قدر تو هم در نمونه به شکل مخکې داسې و چې پر یوه دقیقه باندې تقریبا 2.5 افغانی حتی تر 3.5 افغانی پورې به لګښت و. نو د اسلامي امارت د راتګ څخه وروسته الحمدلله کورنۍ شبکې ته هغه تقریبا 1 افغانی 15.5 هغه ته قیمت تعیین سوی دی، او په کور کې دننه د بلې شبکې ته هغه تقریبا 2.2 افغانی دی، چې د پخوا پرتله قدرتونه تقریبا نیم فنیمه کې په هغه کې کموالی راغلی دی. با این حال شماری از آگاهان اقتصادی میگویند که کاهش در قیمتها باعث می شود تا مردم پول کمتری صرف هزینه بسته‌های اینترنتی کنند و از این رو شرکت های مخابراتی باید سهولت های بیشتری برای مردم فراهم سازند. یکی از اقلام سمت مصرفی خانواده ها در واقع نرخ مکالمه و نرخ اینترنت شده، کاهش از این باعث میشه که در واقع عاید خانواده ها بیشتر افزایش بکنه، یعنی کمتر درآمد اینا انتقال پیدا کنه به بخش مصارف خدماتی مخابراتی و اینترنتی. این در حالی است که شبکه‌های مخابراتی بیشتر در شهرها برزه خدمات می‌پردازند و مردم در مناطق دوردست و ولسوالی‌ها کمتر به شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی دسترسی دارند.